به گزارش الکفیل، آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام فناوری جدیدی را برای محافظت از گنبد مقام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و افزایش استحکام آن به کار گرفته است. حسن سعید مهدی، مسئول واحد آینه کاری در اداره تعمیرات و مهندسی ساختمان آستان گفت به توصیه دبیرخانه آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام، داربست آهنین برای افزایش انسجام و محافظت از آن به منظور مقاومت در برابر نوسانات شرایط آب و هوایی در دراز مدت نصب شده است. مهدی تأکید کرد این گنبد سالم است و دچار هیچ گونه ترک نمی شود. کار نصب لوله ها فقط برای افزایش استحکام و انسجام آن بوده است. فرمانداری بغداد با صدور بیانیه رسمی از آغاز توسعه خیابان باب المراد شهر مقدس کاظمین در آینده نزدیک خبر داد. در بخشی از این بیانیه که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید آمده، توسعه خیابان باب المراد شهر مقدس کاظمین در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. این بخش از طرح توسعه 740 متر طول و 20 متر عرض و 6 متر ارتفاع خواهد بود. این بیانیه افزود در این طرح از جدیدترین و بهترین متدهای روز دنیا به ویژه در بخش ورودیان استفاده شده است. در این بیانیه همچنین آمده برای اجرای این طرح همه هماهنگی‌های لازم بین شهرداری شهر مقدس کاظمین، دفتر نخست وزیری عراق، آستان مقدس امامین کاظمین علیهم السلام و بقیه دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته است. گفتنی است طرح توسعه خیابان باب المراد شهر مقدس کاظمین به رفت و آمد زائران کمک زیادی خواهد کرد و موجب تسهیل این امر خواهد شد. بر اساس بیانیه سازمان بقی، 3 تن از حجاج شیعه آمریکایی پس از 12 روز بازداشت در عربستان سعودی آزاد شدند و به سلامت به خانه های خود بازگشتند. این افراد پس از نماز عشاء بدون هیچ دلیل و شبهه‌ای در مسجد النبی بازداشت شدند. یکی از این شیعیان به نام شفیق بادر با اشاره به پیراهن مشکی نام امام حسن علیه السلام که هنگام زیارت ائمه بقی بر تن داشت میگوید ما را به خاطر پیراهنی که میپوشیم بازداشت کردند. وی آزادیش را مرهون الطاف خداوند و عنایت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف میداند و خاطر نشان میکند که در غیر این صورت مدت زیادی بازداشت و به اشد مجازات محکوم میشدند. لازم به ذکر است که قبرستان بقی در 1 قرن پیش توسط سنی های تندرو تخریب شد، اما همچنان توسط شیعیان اهل بیت که مشتاق بازسازی این مکان مقدس هستند زیارت می شود. بر اساس گزارش شاخص بردگی جهانی 2023 که روز چهارشنبه منتشر شد، کره شمالی، اریتره و موریتانی بالاترین میزان شیوع بردگی مدرن در جهان را دارا هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محتوای گزارش شاخص بردگی مدرن 2023 تصریح ساخت کره شمالی، اریتره و موریتانی بالاترین میزان بردگی مدرن را در جهان داشته و وضعیت بردگی مدرن در سطح جهانی از زمانی که آخرین مورد از چنین مطالعه‌ای در 5 سال قبل انجام شد رو به وخامت رفته است. این گزارش که توسط بنیاد خیریه حقوق بشری والکفری گردآوری شده موارد بردگی مدرن را شامل کار اجباری، ازدواج اجباری، اسیر بدهی شدن، استثمار جنسی تجاری اجباری، قاچاق انسان، کارهای شبه بردگی و فروش و استثمار کودکان می داند. در فهرست 10 کشور اول دارای بیشترین میزان بردگی مدرن در جهان نام عربستان سعودی، امارات متحده و کووید نیز به چشم می خورد. همچنین از جمله دیگر کشورهای موجود در بین این 10 کشور ترکیه که میزبان میلیون‌ها آواره سوری است، تاجیکستان، روسیه و افغانستان هستند.
انفجار خودروی بمب گذاری شده توسط یک مهاجم انتحاری در شمال غرب پاکستان دست کم 4 کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشت. به گزارش شبکه‌های خبری پاکستان تا کنون هیچ گروهی مسئولیت حمله انتحاری امروز چهارشنبه در منطقه وزیرستان شمالی واقع در استان خیبر پختونخوا در شمال غرب این کشور را بر عهده نگرفته است. مسئولان پاکستانی اعلام کردند که مهاجم انتحاری خودروی بمب‌گذاری شده را مقابل پست ایست و بازرسی نیروهای امنیتی منفجر کرد که طی آن 4 نفر از نظامیان پاکستانی جان خود را از دست دادند. حمله انتحاری علیه نیروهای امنیتی پاکستان تنها یک روز پس از یورش عناصر تروریستی به یک پالایشگاه میعانات گازی در توابع شهر هنگو در شمال غرب پاکستان صورت گرفت. در این حمله 6 نفر از نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. پلیس پاکستان از احتمال دست داشتن گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان TTP در حمله به این پالایشگاه که در قالب یک پروژه مشترک با مجارستان فعالیت می کند خبر داد. خبرگزاری‌های ایران روز سه‌شنبه دوم خرداد با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از سدهای کمالخان و کجکی سخنان امیرخان متقی وزیر خارجه گروه طالبان مبنی بر کمبود آب در سدهای افغانستان را رد کرد. ایران مدعی است که بر اساس بررسی تصاویر ماهواره‌ای طبق ارزیابی داده‌های این تصاویر با استفاده از نرم افزارهای بین‌المللی 80% از مخزن پشت سد کجکی پر از آب است و همچنین پشت سد کمالخان نیز به اندازه کافی آب وجود دارد. از سوی دیگر امیرخان متقی وزیر خارجه گروه طالبان 2 روز پیش در واکنشی گفت که ایران به جای سر و صدا باید از طریق گفتگو برای حل معضل آب تلاش کند. به تأکید کرده بود افغانستان به موافقت نامه حقابه ایران از رود هیرمند پایبند است، اما به دلیل خشکسالی و کاهش بارانها آب کافی در سدهای افغانستان وجود ندارد. شورای ملی ائمه جماعت استرالیا با توجه به سیاست‌ها و قوانینی که توسط دولت بهاراتیا ترویج شده است، نگرانی عمیق خود را از سفر نارندرا مودی نخست وزیر هند به استرالیا ابراز داشت. گفتنی است مودی قوانین و سیاست‌هایی را اتخاذ کرده است که به طور سیستماتیک علیه مسلمانان می‌باشد. به گزارش دیدبان حقوق بشر، تعصبات موجود در دولت ملی‌گرای هندو BJP به نهادهای مستقل دیگر مانند پلیس و دادگاه نفوذ کرده است، تا آنجا که گروه‌های ملی‌گرا برای تهدید، آزار و حمله به اقلیت‌های مذهبی بدون مجازات‌ها رها می‌شوند. علاوه بر این، از زمان روی کار آمدن دولت مودی، رهبران BJP بارها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود اظهارات ملی‌گرایانه و ضد مسلمانان هندو را بیان کرده‌اند.